آمدین بر رقابت هیجانی رو در رو. در قسمت از کره خاکی که زندگی میکنین، جور و صحتمند و سرحال و با عزت و خوش و خوشحال باشین مثل همکارا و مثل دوستای ماره. دوستا کلتان ای بار یک خنده کنین. بفتخار اردو فامیل کف میزنین، اول میریم با فامیل بابکرخیل آشنا میشیم. خیلی ببینین، زنده باشین و سرتیم مقدر است. مقدر سلام بر شما، شب بخیر و اعضای فامیل یک معرفی کنید. یک سلام به خودت قاسم جان، یک سلام به تیم مقابل، یک سلام کسانی که ما را از پشت پرده تلویزیون تماشا میکنند. این جان مقدر بابکرخیل، سرتیم خانواده بابکرخیل، صابر جان و بهادر جان، بچهای خالی مثلا اردوشان متعلم. میایم به طرف فامیل اکبری و افتخار فامیل اکبری یک کف همه جانانه بزنیم. سرتیم محمد قیس است. قیس جان عزیز سلام بر شما، شب شما خوش. خوش آمدین بر رودرو. خوش باشین، بخیر باشین. یک سلام خاص بر خودت قسیم جان. علیکم السلام. بینندگان تلویزیون طلوع و حاضرین در تالار، تیم مقابل سلامت باشین. قیس اکبری استم، کارمند پنتون تیبی کابل. نظیفه خانم است، خانم خانه مسکان جان خورزادیم است، متعلم مکتب. نام خدا به افتخارشان کف بزنین. بانوها بگه شما ای برورشان کف بزنین. ببینیم که امشب کدام فامیل میتونه که مرحله اول تمام بکنه. ما سوال اول میخواییم پرسان بکنم. دو سرتیم میخواین این سوال بیاین و جواب بتن. به افتخار هر دو سرتیم شما یک کف بزنین. آماده استین؟ سوال که از شما پرسان میکنم. ما قبلا رفتیم پرسیدیم از بین 100 نفر و 100 نفر بر ما در مقابل سوال اول 7 جواب نهایی کردن روان کردن. کلمه را نام ببرید که با کلمه سنگین هم وزن باشد. مقدر. یک دو گرنگ. گرنگ چی یک وزنی داره؟ خوب گرنگ هست. کلمه را نام ببرید که با کلمه سنگین هم وزن باشد. سیر. تو آشپزی میکنیش؟ نقل نه. کلمه ای را ذکر کنید که با کلمه سنگین هم وزن باشد. محمد. پخته. سنگین باشد. ندافم برد بیاریم یا نگر یکانه و بتکانیش. پخته. مقدر کلمه رو بگو که با سنگین هم وزن باشه. سنگ. سنگ. یک چانس دوم دارین کلمه رو نام بگیرین که با کلمه سنگین هم وزن باشه. رنگین. رنگین میتونه باشه. بدون شک بلندترین امتیاز واگذار میکنین. واگذار میکنین. بفرمایید. بفرمایید. ببینیم که گیده پخته گفته بودی باز مهموتون میخواییم. خب خانم نظیفه کلمه ای را نام بگیرین با کلمه سنگین هم وزن میباشه. رنگه. کلمه ای را نام بگیم مسکان جان با کلمه سنگین هم وزن است. یک دو سه چار. یک مشوره شما داشته باشین از دور فاصله ها را در نظر گرفته. کلمه ای را نام بگی که با سنگین هم وزن است. سبک. کلمه ای را نام بگی با سنگین هم وزن است. بهادر. غمگین. شما صابر. موافق هستم. شما موافق هستم. غمگین. غمگین. خداوند شما را همیشه خوشحال داشته باشه، غمگین نداشته باشه. زنده باش. بدون شک غمگین. جوابی که باز نشد ببینیم. شماره 7 تمکین. شماره 6 مسکین. شماره 5 تلقین. شماره 4 پایین. و شماره 3 تسکین. همیشه در دایتان تسکین شوه و همیشه خوش و خوشحال باشین. نفرای دوم سوال دوم جواب میده. سوالی که از خانم نظیفه و صابر جان پرسان میشه، بین 100 نفر پرسیده شده، تعداد جوابای ما شده 7. هنرپیشه مرد بالیوود را نام ببرید که با شاهرخ خان در یک فیلم ظاهر شده باشد. سلمان خان. سلمان خان. بلندترین امتیاز سلطان بالیوود و سلو. به طرف فامیل اکبری یک نگاه کنید. بیان بفرمایید. صابر جان بفرمایید. مسکان جان شما هم فیلم میبینید دیگه؟ منه؟ بله. بسیار خوب.
هنرپیشه مرد بالیوود را یا یک هنرپیشه از طبقه ذکور بالیوود را نام ببریم که با شاروخان در یک فیلم نقش بازی کرده باشد. اکشای کمار؟ بله، اکشای کمار بوده. هنرپیشه طبقه ذکور بالیوود را نام بگیریم که با شاروخان در یک فیلم ظاهر شده باشد. سونو نگم. سونو نگم. هنرپیشه مرد بالیوود را نام ببریم که با شاروخان در یک فیلم خانم نظیفه ظاهر شده باشد. اجای دوگان. اجای دیوگان. یک مشوره فامیل بابا کرخیل داشته باشین، فاصله رو در نظر گرفتم. بسکان یک هنرپیشه بالیوود بگو که از طبقه مردا باشه و با شاروخان در یک فیلم بازی کرده باشه. سنی دیوال. سنی دیوال میتونه که باشه. بدون شک، بدون شک. قیز جان یک هنرپیشه بالیوود نام بگی که از طبقه ذکور باشه و با شاروخان یک جای کار کرده باشه در یک فیلم. سنیل شکتی. سنیل شتی. یک هنرپیشه مرد نام بگی که با شاروخ در یک فیلم کار کرده باشه. تیک روشن. تیک روشن. شما صابر. امیتاب بچن. امیتاب بچن. شما مقدر. امیتاب بچن. امیتاب بچن. میتونه که شنشای بالیوود شب بتونه که امتیازها رو بیاره به طرف فامیل بابکر خیل. بله، امیتاب بچن. و جوابایی که باز نشد ببینیم اونر کدام اونر پیشا بوده. شماره هفت ریشی کپور که چند وقت پیش فوت کرد بیچاره. شماره پنج ابیشک بچن. شماره سه ریتک روشن. و 101 امتیاز تانستن که فامیل بابکر خیل بگیرن. ولی دو سوال دیگه باقی است. امین اکنون شما میتونید نشرات طلوع و طلوع نیوز را از طریق وبسایت و اپ دریا در دریا.net به طور زنده ببینید. وقت. ویلکم بک لیدیز اند جنتلمن. دیس از د رو در رو شو. ان همیشه هپی باشین، خوشحال باشین و جور و سعادتمند و سرحال باشین. میخوایم تشکری بکنیم از اکسبول انرژی درینک که این اکسبول دارای ویتامین های گوناگون میباشد و همچنان برای تقویت سیستم عصبی و ایمنی بدن خیلی مفید است و شما میتونین که با بسیار قیمت مناسب ایرا از هر دکان و هزار سوپرمارکت به دست بیارین و شما همیشه ایرا که نوش جان میکنین، خوشحال میشین و با انرژی میشین و این لوگو رو یک بار شما هم تماشا بکنین. با این لوگو و این لوگو رو وقت فراموش نکنین. در روی از او عکس یک گاو است و گاو یکم که قار است و این گاو به خاطر است که میگه که چرا مرد بین بوتل ننداختی، باید مرد بین بوتل میبودم تو اکسپول من رو جان بکنم. ولی گاو تو فکرت باشه این کارا رو نکو، تو باید علف بخوری. تو رو چی به نوشابه؟ باید بسای نکو گفتم. تو برند هستی خودت، به قدر خود نمیفهمی گاو. و همچنان فامیل بابکر خیل فعلا 101 امتیاز دارن. سوال سیوم از بهادر و از مسکان میخواهیم بپرسم. ببینیم که 200 امتیاز از کدام فامیل به نفع خود خواد بردن. و ما سوال سیوم از پیش 100 نفر پرسان کردم. تعداد جوابای 100 نفر بود اف. کدام کار اولاد باعث خوشی والدین میگردن؟ مسکان. درس خواندن. درس خواندن. از؟ بله. کدام کار فرزند و یا هم اولاد باعث خوشی والدین میگرده؟ ازدواج. مسکان امتیازهای شما خوب است. بفرمایید. نگاه کنین، بفرمایید. برو بهادر جان. یه جوره برگاه که نام ازدواجش این نرسی تان تبسمک های عاشقانه عاشقانه بسیار مخفی مخفی گری بیننده نفهمه که شما را دل خوش شدیم. همه تو صابر؟ بله. همه تو؟ خب محمد قیس جان، شما حتما عروسی هم کردین. بله. بسیار خوب. کدام کار اولاد باعث خوشی والدین میشه؟ تربیت. بله. کدام کار اولاد یا فرزند باعث خوشی والدین میشه خانم نظیفه؟ بگفت بودن. یک مشوره شما داشته باشین، فاصله ها رو در نظر بگیرین. کدام کار فرزند باعث خوشی والدین میشه مسکان؟ با اخلاق بودن. بهادر، کدام کار فرزند باعث خوشی والدین میشه بجز از ازدواج؟
با دین خود خوب پابند باشه. صابر جان شما؟ کار کردن. کار کردن شما مقدر؟ کار کردن. کار کردن. اجرای وظیفه. بله، شمارهایی که باز نشد با هم یک جا میبینیم. شماره 7. احترام به بزرگان شماره 6. مهربان بودن 5. با مسئولیت بودن 4. با وقت خانه بودن و شماره 1. بله، عبادت کردن. سوال چهارم پرسیده میشه از دو سرتیم. دو سرتیم یه؟ سوالی که از شما پرسیدم سوال چهارم برنامه است. قیس جان با وجود اینکه امتیازهای شما صفر هم است، ولی اگر سوال چهارم شما مکمل جواب بدین برنده امشب میشین. شما چون 300 امتیاز مکمل سوال چهارم داره. بین 100 نفر پرسیده شده، تعداد جوابای 100 نفر 4 شده. یکی از هنرمندان زن افغان را نام ببرید که دوست دارید. بگوید. هنرمند زن آریانا سعید. آریانا سعید. بله. بودا. یک هنرمند زن افغان را نام ببرید که دوست دارین عکس شما را لایک کنند. سیتا قاسمی. سیتا قاسمی. امتیازهای قیس بلندتر است. به طرف فامیل یک نگاه کنید. بفرمایید. خانم نظیفه، یکی از هنرمندان زن افغان را نام ببرید که دوست دارید عکس شما را لایک کنند. غزل عنایت. غزل جنایت اکثر لایک میکنه. غزل جنایت بوده. یک هنرمند زن را نام بگیرین از افغانستان باشه و دوست دارین مسکن یک عکس شما را یک لایک داشته باشه. غزل سادات. غزل سادات. بلندترین امتیاز. یک هنرمند زن را نام بگیرین که دوست دارین عکس شما را لایک کند. دنیا غزل. خانم نظیفه، یک هنرمند آرزو نیکبین. آرزو نیکبین. یک مشوره شما داشته باشین. یک هنرمند زن را نام بگیرین که دوست دارین عکس شما را لایک کند. نغمه. بهادر، یک هنرمند زن را نام بگیرین که عکس شما را دوست دارین لایک کنند. فرزانه ناز. آفرین. صابر. فرزانه ناز. فرزانه ناز موفق است. ببینیم. نبود. و امتیازهای مجموعی فامیل اکبری 258 امتیاز که میریم به طرف سوال پنجم. یک جوابی که باز نشد. من یک برنامه کمراش داشتم. ببینیم. مجده جان جمالزاده، خوشی ما ممیال میبینه. I love you. ما کمیشه میگویم که مقدار خوشو برای خود میخواییم و نمو آدم هست. خب خیر، صابر و خانم نظیفه دو نفر میایند سوال پنجم جواب میتن. بفرمایید. سوال پنجم، سوال سرنوشت ساز برنامه است. این می سوال هر کسی که جواب بده برنده شب خواهد بود. و بین هزاران میلیون ها نفر می سوال اگه پرسان شما بکنین تعداد جوابشان یک است. بله، آماده هستین؟ سوالی که پرسان بشه یک سوال بسیار آسان است و هر کسی که تکمه را زود فشار داد شاید برنده امشب باشه. آماده هستین؟ بله. قرآن شریف دارای چند سپاره است؟ 30 سپاره. 30 سپاره. بسیار مقبول و بسیار جاد زیبا و خب صابر جان ما ایکس بول پشت ایکس بول آمد. تشکر صابر جان عزیز. قربان بفرمایید. قربانتان. مبلغ 10,000 افغانی را فامیل اکبری امشب برنده شدن و همچنان دو موبایل پرایم. جا داره که تشکری بکنم از شرکت خالد لمر. خالد لمر یک شرکت پیشتاز در عرصه تولید و واردات گوشی های مقبول و زیبا و هوشمند است که هم ساده است هم هوشمند است. شما میتونید که از موبایل پرایم شرکت خالد لمر استفاده بکنین و در بازار هم میتونید که با این
لوگوی پرایم میتونین که موبایل را پیدا بکنین. امشب دو موبایل بسیار معقول زیبا را برای فامیل اکبری به طور تحفه در نظر گرفتن. تبریکتان باشه. محمد قیس سرتیم است. این شما یک جرامت داشته باشین که کیا موبایل را میگیره و همچنان مشوره داشته باشین در مرحله نهایی کی بازی میکنه پنج سوال جواب بده. از فامیل بابکر خیل، از مقدر، از صابر و از بهادر خیلی تشکر. امی که آمدین چهرهای تدمایی سارا نگرین که ما مویس میشون میادم بغزادم و گریان شروع میکنم. اما شما جوان هستین، امکلا چانس های دیگه هم بخیر است در زندگی. و کی در مرحله نهایی میخواین بازی کنن؟ خودم امرای مسکان جان خوارزاده. به افتخارشان. بفرین مسکان جان عزیز و در قسمت برنامه محمد قیس یک نفر باید موسیقی بشنوه و یک نفر دیگه باید که سوال اول ما را جواب بده. پنج سواله مسکان جان موسیقی میشنم ما سوال جواب میدم. درست است. از امو چهار هنرمند و چهار دختر خانم آهنگ کدامش برات پلی کنم؟ آرینا سعید. بفرمایین. تشکر از اکس بول انرژی درینک و همچنان دو موبایل پرایم که هر شب برای فامیلا به طور تحفه در نظر گرفتن. میریم با یک وقفه کوتاه، دوباره با اکس بول در خدمت شما در میشیم. خوش آمدین دوستان عزیز و رو در رو. امشب فامیل اکبری مرحله اول تمام کردن، دو موبایل پرایم و سه اکس بول و همچنان 10,000 افغانی در طرف رو در رو برنده شدن. پنج سوال ما میخوایم از قیس پرسان بکنم. قیس جان بر شما 20 ثانیه زمان میتیم. در جریان 20 ثانیه کدام سوال اگر از ذهن شما نامد بر ما بگو که بگذر ثانیه رو ضایع نکنم، زود میگذرم. ثانیه های شما اگر باقی بود پس دوباره ما سوال از شما قیس جان پرسان میکنم. و فعلا مسکان جان صدای ما و شما رو نمیشنون، اونا رفتن که یک آهنگ هم تو مقبول و زیبا را بشنون. 20 ثانیه را دوستا آماده کنید. کلمه ای را نام ببرید که با گوساله هم وزن باشد. گاو. دلیل مهاجرتتان را از یک کشور به کشور دیگر چیست؟ جنگ. به جز روده عضو از بدن را نام ببرید که با حرف ری شروع شود. جگر. به جز فوتبال کدام بازی را در تلویزیون میبینید؟ کرکت. خوراک را نام ببرید که با حرف اول شین باشد. شوروا. خوب استفاده از زمان. در قسمت اول ما گفتم کلمه ای را نام ببرین که با گوساله هم وزن باشد و شما گفتین گاو. اوه کت داس ورکت سروی صفر. متاسفانه دلیل مهاجرتتان را از یک کشور به کشور دیگر بگوین و یا هم چیست؟ جنگ. 28 امتیاز. و ما گفتم به جز روده عضو از بدن را نام ببرین که به حرف ر شروع شود. جیگر. به حرف ر دیگه شروع میشه. و ما گفتم به جز فوتبال کدام بازی را در تلویزیون میبینید؟ کرکت. 29 امتیاز. چی یک امتیاز خوبه. خوراکی را نام ببرین که به حرف اولش شین باشد. شوربا. 20 امتیاز. مجموع امتیازهای قیس 77 امتیاز شد. تشکر. به جای سرتیم بفرمایید شما و مسکان جان هم بیاین. ما از مسکان میخواییم که پنج سوال پرسان بکنم و محمد قیس مسکان 77 امتیاز را گرفته و همچنان کدام جواب تکراری را اگر شما محمد قیس داده بود شما میگین این صدا را شما این صدا را که میشنوین دفتن زمان ضایع نکنین، جواب خود را تغییر بدین تا ای که یک امتیاز خوبتر را بتونین که بگیرین. آماده استی دیگه مسکان؟ بله. 20 ثانیه را 25 ثانیه را برای مسکان آماده کنین. کلمه ای را نام ببرین که با گوساله هم وزن باشد. بگذر. دلیل مهاجرتتان را از یک کشور به کشور دیگر بگویید. جنگ. تحصیل. به جز روده عضو از بدن را نام ببرین که با حرف ر شروع شود. بگذر. به جز فوتبال کدام بازی رو در تلویزیون میبینید؟ والیبال. خوراکی را نام ببرین که حرف اولش شین باشد. شیر. کلمه ای را نام ببرین که با گوساله هم وزن باشد. در قسمت اول ما سوال کردم کلمه ای را نام ببرید که با گوساله هم وزن باشد. بگذر. بلندترین امتیاز از این مساله بود. همچنان آدم میتونست بگه یکی 9 ساله درست؟ هم وزن باشه. خیر شما دقل گفتین بگذر خیر ببینین. ولی لالا قیس با گاو بگفت که گوساله هم وزن.
و ما گفتم دلیل مهاجرت تان را از یک کشور به کشور دیگر بگوین و شما گفتین تحصیل. 100 نفر در مورد این گزینه چی گفتن؟ 0 امتیاز، بلندترین امتیاز از یک قبل هم فکر میکنم گفته شده بود که جنگ بود. به جز روده عضو از بدن را نام ببرین که به حرف ری شروع شود. دوستان چی گفت؟ ای را هم گفتین بگذر. بلندترین امتیاز از رک. و ما گفتم به جز فوتبال کدام بازی را در تلویزیون میبینید؟ والیبال. 18 امتیاز. و بلندترین امتیاز از کرکت بود قبلا قیس گفتن. خوراکی را نام ببرین که حرف اول شین باشد. شیر. 22 امتیاز. خوبش 117 امتیاز اتانستن که بگیرن و بلندترین امتیاز از ایم شعله بود. ای مسکن شعله. 10,000 افغانی دو موبایل تبریکتان. همیشه موفق باشین، با فامیلیتان خوش و خوشحال باشین، با تمام افغانستان. کدام حرف پیام باشه کمرو در خدمت است. تشکر کنم، پیام خاص ندارم، فقط مردم خطیره میگم که کرونا رو جدی بگیرن، در خانه بمانن تا از کرونا در امان باشن. عید شما مبارک باشه، به افتخارشان کف بزنین. بفرمایید مسکن جان. جا داره که تشکری بکنیم از اکس بول انرژی درینک که دارای ویتامین های گوناگون می باشد و همچنان برای تقویت سیستم ایمنی بدن و عصبی بسیار زیاد مفید است. تشکر از موبایل پرایم شرکت خالد لمر که هر شب دو موبایل پرایم هم تو مقبول زیبا را به اشتراکنده به طور تحفه روان میکنند و حالا شما می توانید نشرات طلوع و طلوع نیوز را از طریق وبسایت و اپ دریا به طور زنده ببینید. کسایی که در رو در رو میخوان اشتراک بکنن 456 تماس بگیرن، شماره 6 افشار بدن، دوباره شماره 2 افشار بدن، نام 3 نفر اعضای فامیل خود بگیرن. بر تمام مردم خود صحت، عزت و خوشی میخوایم. این دفعه من مستقیم زن میخوایم، بگم کار ندارم.